الان شما ملاحظه میکنید که تسکا اینجا متصل شدن، من به راحتی تو آوتلوک هم هستم دیگه، هیچ صفحه‌ای هم اینجا باز نیست. یک تسکی رو اینجا یادداشت میکنم و ذخیرهش میکنم، اینجا وارد میشه. اگه آوتلوک من به سرورم متصل بشه سندوریسی برور نده و بحثای دیگه، چه چیزایی که اونور تعریف میشه رو این طرف میبینم تو پروژه سمپل یک، چه چیزایی که این طرف اضافه میکنم به عنوان نیو تسک میتونم سیوش بکنم همینجا و اینها بره روی سرور. به هر صورت شما میتونید چیکار بکنید؟ میتونید بیاید و گزارش هایی رو که افراد از ایشیو، تسک و ریسک میدن توی این قسمت توی پروژیک ورک اسپیس اون سایت ببینید. چیزهای دیگه هم هستش که مثل گذاشتن داکیومنت ها، بحث هایی که پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، راه حل ها، اتاق فکر، اینا رو میشه داخل این سایت که این سایت شیرپوینتیه و ما توی شیرپوینت 2010 اینو کامل توضیح دادیم که چیا هست، استفاده واقعیشو از ورک اسپیس اون یا فضای کاری هر پروژه ببرید. پس به این صورت من ایشیو و تسک هایی که وارد میکنم داخل سرور ثبت میشه و از لحظه ای که ثبت شد افراد مسئولن و متعهدن اون رو پیگیری کنن انجام بدن. خوبیش اینه، تا وقتی ثبت نمیشد میگم من فلانی گفتم یادش رفت، من فلانی زنگ زدم، ایمیل زدم، گفتم، بین لابلای کارا واقعا هم یادش رفت. ولی دیگه وقتی اینجا باشه شما فقط کافیه یه برنامه آوتلوک رو افراد رو ملتزم بکنید که باز بکنه، میاد تو قسمت تسک کل کاراشو میبینه، بعدم میره روی سرور توی قسمت تسک همونجایی که این رو توی فضای کاریش تعریف کرده ریفرش میکنه، کل افراد، کل کارای، کل ریسکا، کل ایشیوها رو برای افراد دیگه میبینن. تسکایی رو که به ذهن ما میرسه داریم اینجا وارد میکنه و اینجا مشاهده میکنه. به این صورت تعاملی بین افراد زده میشه، همه افراد با هم یک ریلیشنال منیجمنتی پیش میاد، یه مدیریت ارتباطات بین افراد که به نظر من بسیار مهمه. یعنی مدیریت ارتباطات اگر خوب انجام بشه رسایی پیش میاد، یعنی نارسایی های سیستم از بین میره. نارسایی سیستم با ریلیشنال منیجمنت و این ارتباط ها و این ابزارها محقق میشه، به شرط اینکه ما درست از این ابزارها استفاده کنیم و اینا رو فرهنگ سازی بکنیم، درست آموزش بدیم.